تشکر از آقای گنجه‌ای. از آقای سامه میخوام بفهمم. خانم مریم رجبی عزیز، اعضای محترم شورای ملی مقاومت، خواهران، برادران، رفقای گرامی، دوستان عزیز، سلام به همگی و سپاس از خانم سلیمیان که این فرصت در اختیار من گذاشتن. من هم از این فرصت استفاده می کنم، چند ساعتی صحبت خواهم کرد در مورد 40-50 مورد. درود درود. اول در این ماه، در همین ماهی که امروز تقریبا روز آخرشه، رویدادهای اتفاق افتاد که به گمانم اساره 40 سال حیات شورای ملی مقاومت را به نوعی نشون داد. تحریم یک شعبده بازی سابقه دار در نظام ولایت فقیه، شاید بهتر باشه بهش بگیم مراسم انتصابات، برگزاری کهکشان بزرگ 1400 و جنبش ها و خیزش ها، به خصوص قیام های امروز چهارمین روز مردم خوزستان. درود میفرستم به همه کسانی که این رویدادهای را آفریدند و اظهار همدردی میکنم با خانواده شهدای قیام تشنگان در استان خوزستان. نکته دوم، در ایران یک خانم یا آقایی به نام معروف وجود داره که همه بهش استناد میکنن، میگن به قول معروف. منم استناد میکنم به ایشون و میگم نیرویی که قصد داشتن نابودش کنند، اگر از این وضعیت سالم در بیاد قوی تر میشه. این آقای خانم معروف میگه. فکر کنم این حرف در مورد ما در این لحظه ثابت میشه، البته به شرط ها و شروط ها که شرط و شروطش رو میذارم برای مواد 40 به بالا. سوم، موضوع کاری که خامنه ای کرد برای به کرسی نشوندن یک جلاد، البته برای بستن شکاف ها در درون قدرت، برای غلبه بر قیام و برای این که سرنگونی شو به عقب بدازه، البته اجرا شد. این واقعیته که این اجرا شد. اما به گمانم اگر خامنه ای دوچار این توهمه که میتونه تضادها را در درون هرم قدرت مهار کنه، سخت در اشتباهه. به سه دلیل. یک، به دلیل تضاد بین قدرت حقیقی و قدرت حقوقی، هم در واقعیت هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی. دو، به دلیل شرایط انقلابی و وضعیتی که تضاد بین جامعه و حاکمیت ایجاد میکنه. و سه، به دلیل حضور جنبش مقاومت که در تمام موارد مداخله انقلابی انجام میده. چهار، معمولا وقتی که آدم ها در یک جشن تولد شرکت میکنن، آرزو میکنن که در اون جشن موفقیت، سلامت و طول عمر. من هم در 40 سال در جشن 40 سال حیات شورا با
آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، ولی طول عمر آرزو نمیکنم و برعکس آرزو میکنم که امسال سال آخر حیات شورا بشه و سال آینده ما در ایران مجلس مؤسسان انتخاباتش برگزار شده باشه و بنابراین حیات شورای ملی مقاومت به پایان رسیده باشه. بقیه مواد هم میذارم در یک بزن. من هم سلام میکنم به آقای سامه. خیلی به جا گفتین، نیروی رو که قرار بوده نابودش کنن وقتی که با این همه توطئه نمیتونن، صد بار بیشتر قویتر و مستحکمتر بیرون میاد و به راهش و به مسیرش ادامه میده و قطعاً به تعهدش میرسه و به قله میرسه و همچنان که شما گفتید آرزویی که دارید برای زمان بندی. ولی منم میخواستم اینجا یک دو جمله بگم که حضور شما در شورا در این سالیان طولانی، به خصوص کنار مسعود، یکی از بیانه های در واقع این شورا به صفت اینکه همه دوستان و رفقا با هر عقیده و نظری میتونن چگونه در اوج احترام و دوستی با هم یک مسیر سخت و طولانی رو ادامه بدن، از همه گردنها عبور کنن و اتفاقا سختی ها و گردنها اگرچه که اونا رو بر اصول خودشون پا بر جاتر میکنه، ولی روابط و دوستی هاشون رو صد برابر میکنه. به هر حال درود بر شما، خسته نباشین، مجددا تشکر میکنم ازتون. با تشکر از آقای سامی، آقای شیخی بفرمایید. سلام خدمت خانم رجبی و اعضای محترم شورا، به ویژه دوستان عزیزی که در اشرف سه وجود دارند. قبل از هر چیزی پرکشیدن مسعود فرشی، پیام‌آور شادی و لبخند در سیما را در عین ناباوری از میان ما رفت، تسلیت می‌گم. در ادامه از قیام جوانان خوزستان در 4 روز گذشته درود می‌فرستم و از شهدایی که در این جریان به شهادت رسیدن درود می‌فرستم. همینطور در ادامه می‌خواستم به 40مین سالگرد 30 خرداد و تشکیل شورای ملی مقاومت اشاره‌ای داشته باشم. اما کهکشان، این کهکشان که به واقع کهکشان کهکشان‌ها بود، از هر چی می‌توانستم باور کنم باز هم بالاتر و بالاتر بود. محتوای آن را همه می‌دانیم، از حضور 30 سناتور و نماینده شخصیت آمریکایی یا نخست وزیر کنونی اسلوانی و به ویژه از پومپئو که حضورش غیر مترقب بود، گرچه بقیه آماده بودند، ولی وزیر امور خارجه تا 6 ماه پیش آمریکا دیگر یک مقوله دیگری است. به ویژه ویژگی‌های برنامه کهکشان خیلی خیلی خیره کننده بودند، به خصوص برنامه روز سوم و بزرگداشت خاوران. در همه این 3 روز برنامه آنچه بیشتر از همه به چشم می‌خورد توانمندی و توانایی خانم رجبی بود که چنان استوار و قوی و پر انرژی بودند که آدم به این خصوصیات‌ها درود می‌فرستد. ایشان با صبر و شکیبایی بی حد خودشان 3 روزه و هر روزه تا 10 ساعت عیان دنبال می کردن و خلاصه اینکه می شود گفت که همچنان سمبل مقاومت، پایداری، حتی فیزیکی بودند. اما آس برنامه و گل سرسبد آنها حضور 1000 کانون شورشی بود که چشم همه و از جمله رژیم آخوندی را خیره کرد و هنوز که هنوز است از آن صحبتی نکردند. من توانستن آن را حذف کنم. همینطور تماس مستقیم کانون‌های شورشی با برنامه و خانم رجوی که به واقع یکی از شاهکارهای این برنامه بود. اما در آخر یک نکته را ناگفته نگذارم.
که خالق اولیه و تمام این برنامه ها و شگفتی ها و ساعت فصل ها کسی نیست جز مسعود، که با پیگیری و تعهدی که در سال 50 به حنیف کبیر داد همچنان در راه برآورد کردن آرزوهای محمد آقا به پیش میتازد. صفحه‌های مهم تاریخ مجاهدین و مقاومت و شورا را همه می‌دانند. از رهبری در زندان شاه به خصوص در جریان اپورتونیست‌ها، از سخنرانی‌های بعد از آزادی از زندان و قبل از و یا بعد از خلال انقلاب، از شبایت کرد امجدیه که در صف اصلی بود، از کاندید شدن ریاست جمهوری به عنوان نماینده تمام خلق‌های ایران، از تصمیم در مورد 30 خرداد تشکیل شورای ملی مقاومت، درگیری های درون شورا با کسانی که جز انقلاب دنبال سهم خودشان بودند، از تشکیل ارتش آزادی بخش، از ابتکار بسیار جالب و همیشه موفق پیشنهاد ریاست جمهوری خواهر مریم و چه ابتکار جالبی که هرچه از آن زمان داریم به یمن آن انتخاب بود، و کوشش های خانم رجوی که نشان دادند شایسته ترین فرد برای این کار بوده و هستند. پایداری 14 ساله در اشرف و لیبرتی که در نهایت به هجرت بزرگ به آلبانی انجامید. از مسعود هرچه بگویم کم گفتم. آخرین و بیشترین و بهترین ابتکارش تشکیل شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی است که از سال 96 به بعد چنان آتشی به جان رژیم انداخته که رژیم خمینی همه روزه از آن شکایت دارد و از طرف دیگر تنها امید و آرزوی مردم ایران برای رهایی از دست رژیم ضد بشری خمینی است. با درود به کانونهای شورشی و بانی و باعث آن مسعود رجوی. موفق باشید. با سلام و هزاران درود بر آقای دکتر شیخی، بسیار خوشحالم که دیدمتون مجدداً. نمیتونم شما رو ببینم و نگم که جای مسیح چگونه سبز و خرم است و من در عید بر مزار اون حضور خودتون و سارا و مریم و آمیتیس عزیز دیدم که چگونه او تکثیر شده و بر عزم و جزم این خانواده برای نبرد بیشتر و پایداری بیشتر خودشو نشون میده. به هر حال شما خیلی زیبا از کهکشان گفتید، غیر از اون جایی که من اختلاف نظر دارم با شما، زیاد تکرارش نمی کنم و وارد بحثش نمیشم، ولی به درستی حضور کانونهای شورشی و نقش در واقع ویژه اونها رو در این دوران و از اون طرف بر نقش ویژه مسئول شورا در این 40 سال و سرفصل‌هاش اشاره کردین که هر کدوم جای توضیح و تفصیل و شرح و درس آموزی داره که بمونه برای بعد. درود بر شما و عزم جزمتون. با تشکر از آقای شیخی، آقای مازندرانی بفرمایید. مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. در شروع صحبت‌هایم اجازه می‌خواهم برگزاری باشگوه و خیره کننده گردمایی جهانی ایران آزاد را به شما و برادرم آقای مسعود رجوی و به خانم زهرا مریخی، مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، که یک بار دیگر معجزه آفریدن و به تمامی مجاهدین و کانونهای دلاور شورشی و به خانواده بزرگ مقاومت تبریک بگویم. سخنرانی های امید بخش شما در جریان این گرد همایی سه روزه زبان گویای 120 هزار شهید راه آزادی و فریاد خروف و خفته خلق ستم دیده ایران و کلام آخر کانونهای شورشی و مؤسسان پنجم ارتش آزادی برای قیام و سرنگونی رژیم آخوندی بود.
نمایش شکوهمند هزار شورشگر از داخل ایران پایگاه اجتماعی مقاومت و شخص شما را در کف خیابان‌های تفتیده از خون و خاکستر ایران در معرض دید جهانیان قرار داد. حضور و سخنرانی ده‌ها نخست وزیر و وزیر خارجه کنونی و سابق و چهره‌های برجسته دیپلماتیک و سیاسی و اجتماعی از سراسر جهان قدرت و مشروعیت بی همتای مقاومت ایران به رهبری شما را به نمایش گذاشت و ثابت کرد که آلترناتیو دموکراتیک در مسیر پیروزی است. این گرد همایی صفحه‌ای را در تاریخ مقاومت سرفراز ایران ورق زد که از همکنون و در آینده از آن بسیار سخن گفته خواهد شد. همچنین 40 سال تأسیس شورای ملی مقاومت ایران را به مسئول شورا و به شما و همه یاران شورایی تبریک میگویم. 40 سال است که رهبر این مقاومت بر استحاله ناپذیری این رژیم و بر ضرورت سرنگونی تمامیت آن تأکید کرده و بهای آن را هم پاره های تنش بر تیرک های اعدام و تخت های شکنجه پرداختند. الان کجایند آنهایی که به مردم می گفتند گول این حرف ها را نخورید؟ صبر کنید، افعی بالاخره کبوتر خواهد زایید. و حالا که افعی مارهای خونخوار و جنایتکاری مثل رئیسی و اژه‌ای و قالیباف را در رأس گوای سگانه کشور گذاشته، چه جوابی به قربانیان توهم پراکنی های خائنانشان می دهند؟ بگذارید آیت الله بی بی سی هم خیانتی که به مصدق کبیر کرد را بازسازی کند و همونطور که خامنه‌ای در ته خط جنایت به جلاد 67 امید بسته، بی بی سی هم در ته خط خیانت به تیر خلاص زن 67 و مزدور نفوذی 67 دخیل ببندد. بیچاره ها نمی بینن که زمستان رو به پایان است و سیاهی به زغال خواهد ماند. خدا را شکر به برکت هدایت راهبران پاشپاز این مقاومت و بهای سنگینی که شیرزنان و دلاور مردان مجاهد و مبارز ایران پرداختند، ناقوس مرگ رژیم آخوندی به صدا در آمده و آلترناتیف های گلابی رنگارنگ و پوشالی هم روزانه ذوب می شوند. به راستی علیسل صبح ها بغریب. در پایان از زبان همرزمان شهیدم در کانون توحیدی اصناف و از جانب همرزمانم در داخل و خارج از ایران به شیرزنان پیشتاز و دلاور مردان بیباک کانونهای شورشی درود میفرستم. از اینکه به من فرصت صحبت دادید بی نهایت ما درود بر شما آقای مازندرانی. با این قاطعیت و افشای در واقع همه همپالگی های رژیم که در این سالیان چگونه آب به آسیاب اون ریختند و تلاششون این بود که این مقاومت رو متوقف کنن، ولی همچنان که گفتید نتونستن. به هر حال با حضور یارانی چون شما این آلترناتیو و این مقاومت به پیش میره و قطعاً به هدفش خواهد رسید. درود بر شما.